درود بر همراهان همیشگی کانال کیوسک در لحظات پیش رو با خبر و تحلیلی بسیار مهم از تحولات ساعت گذشته خاورمیانه در خدمت شما هستیم خامنه ای و سپاه در شک فرو رفتند تایید کشته شدن نصر الله و فرماندان ارشد سپاه قبل از مشروح این اخبار از شما یاران کانال میخواییم همین الان ویدیو رو لایک کنید و در آخر برنامه نظر خودتون رو به فارسی و انگلیسی برای ما کامنت کنید. من از همه شما هموطنان عزیزم میخواهم تا به ایران فکر کنیم. خامنه ای و سپاه در شک فرو رفتند. تایید کشته شدن نصرالله و, و فرماندهان ارشد سپاه در خبری بسیار مهم و فوری و به گزارش نیویورک تایمز ارزیابی اولیه آژانس های اطلاعاتی اسرائیل حاکی از آن است که حسن نصرالله دبیر کل حزب الله با حمله دقیق اوایل امروز علیه سنگر فرماندهی مرکزی حزب الله در حومه زاهیه در جنوب بیروت از بین رفته است دنیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل در آخرین بروز رسانی از وضعیت حمله هوایی اسرائیل به مقر فرماندهی حزب الله در بیروت گفته. ارتش همچنان به دنبال نتایج حمله بسیار دقیق به مقر حزب الله است او با بیان اینکه هدفگیری و شلیک های ما بسیار دقیق بود خاطر نشان کرد به محض اطلاع از آخرین تحولات به سرعت به روز رسانی خواهیم کرد کانال دوازده اسرائیل نیز در خبری فوری گزارش داد زینب نصرالله دختر حسن نصرالله در حمله جمعه اسرائیل به مقر حزب الله در زاهیه در جنوب لبنان کشته شده است. همچنین در خبر بسیار مهم دیگر روزنامه کیهان به نقل از منابع خود از کشته شدن عباس نیل فروشان فرمانده سپاه قدس در لبنان خبر داد. کیهان می نویسد که نیل فروشان در حمله اصر جمعه اسرائیل به بیروت کشته شده و کشته شدن او نیز از سوی منابع خبری مورد تایید قرار گرفته اما این خبر هنوز به صورت رسمی تایید نشده است برخی منابع نیز از کشته شدن دو فرمانده ارشد سپاه به همراه حسن نصرالله در ساختمان ستادی حزب الله در بیروت گزارش دادند. همچنین نیویورک تایمز به نقل از دو منبع آگاه ایرانی گزارش داد علی خامنه ای جلسه اضطراری شورای عالی امنیت ملی را در محل اقامت خود تشکیل داده است بر اساس این گزارش این جلسه برای اتخاذ نحوه واکنش به حمله اسرائیل در بیروت و هدف قرار دادن حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان تشکیل شده است این منابع تایید کردند که در این جلسه خامنه ای به شدت پریشان و مضطرب از وقایع لبنان بوده و از فرماندهان ارشد نظامیش خواسته تا به سرعت راهکاری برای مقابله با این ضربه جبران ناپذیر بیابند. از سوی دیگر اظهارات و خشم ارزش از انفعال جمهوری اسلامی به حد بی سابقه رسیده است. از ساعت اولیه اعلام خبر هدف قرار دادن ساختمان ستاد فرماندهی حزب الله مجری های صدا و سیما به صورت افسار گسیخته شروع به رجزخانی و تعیین خط و مش برای حاکمیت گردند مجریان شبکه افق با اعتراف به عقب نشینی و انفعال جمهوری اسلامی در برابر حملات کوبنده اسرائیل گفتند که این اقدامات نظام باعث حملات شدیدتر اسرائیل خواهد شد این راهبر تا یه جایی جواب میده از یه جایی به بعد ممکنه گراب دشمن سهیونیستی باشه که تو هر قدم جلو بیای یا هر هدف دیگه ای رو بزنی من دوچار تنه تله تنش نخواهم شد من وارد جنگ فراگیر نخواهم شد و عملا داریم میبینیم با قدم به قدمی که نتانیاهو و کابینه جنگ او دارن پیش میان دیگه چه خط قرمزی بزرگتر و مهمتر و اصلیتر از اینکه ادعا میکنن سید حسن نصرالله فارغ از هر نتیجه ای آیا او به شهادت برسد یا شهادت نرسد دیگه از این چه اتفاقی میخواد مهمتر بیفته شک نکنید اهداف بعدی میتونه در بغداد باشه میتونه در دمشق باشه میتونه در حتی یمن باشه حتی در تهران باشه کمایی که نتانیاهو انقدر از خودش مطمئنه و انقدر میدان رو باز میبینه که در صحنه سازمان ملل خطاب به ایرانی ها با صدای بلند و گردن کلوفت عنوان میکنه که من به هر هدفی بخوام در ایران دسترسی پیدا میکنم و بازوهای بلند اسرائیل میتونه اون هدف رو تحت تاثیر قرار بده. همچنین بعد از این اظهارات و در حدود ساعت دوازده شب تعدادی از بسیجی ها و نیروهای حزب اللهی در میدان فلسطین تهران دست به تجمع زدند. برادر در این رابطه شهرام خلدی استاد روابط بین الملل و تاریخ خاورمیانه گفته است به نظرم جمهوری اسلامی در شرایط بسیار سردرگمی قرار دارد زیرا اگر بخواهد پاسخی مستقیم بدهد به احتمال زیاد با توجه به حضور نا و هواپیمابر ایالات متحده در منطقه و دیگر سامانه های پدافندی که هم اسرائیل و هم دیگر متحدان ایالات متحده دارند چنین پاسخی مانند پاسخ قبلی جمهوری اسلامی به کشته شدن است. سردار زاهدی و دیگر فرماندان سپاه در دمشق توسط اسرائیل به جایی نخواهد رسید. از کنم به حضورتون که بقده من جمهوری اسلامی در شرایط بسیار سردرگامی گرفتار شده به خاطر اینکه اگر بخواد پاسخ مستقیم بده به احتمال خیلی زیاد با توجه به حضور دو ناوگروه هواپیما بر ایالات متحده آمریکا در منطقه و نیز دیگر سپرهای پدافندی که هم اسرائیل و هم دیگر متحدان ایالات متحده در منطقه دارند یکم چین پاسخی اگر بخواد مثل پاسخی که در آوریل گذشته جمهوری اسلامی داد به از میان برده شدن سردار زاهدی و دیگر فرماندهان سپاه در دمشق و وسیله اسرائیل حالا البته اسرائیل هیچ وقت مسئولیتش رو رسما نپذیرفته به نظر من به جایی نخواهد رسید اونچه که همه صاحب نظران نگرانش بودند و به خصوص اونهایی که به نوعی پوزش خواهی برای اقدامات به اصطلاح محور مقاومت جمهوری اسلامی و شبکه نیابتی اون و جنگ هایی که این شبکه نیابتی می این بوده که آه هزبالله این اندازه راکت و موشک داره چیزی بوده صد هزار صد هزار تا و اگر اینها رو ناگهان بر سر اسرائیل گسیل بکنه حتی حتی اگر ایالات متحده ای آمریکا دو تا در واقع ناوگروه هواپیما برداشته باشه به این سادگی نمیتونن جلوشون رو بگیرند و اینها نفوذ خواهند کرد از این سپر پدا، به این سپر پدافندی خب چرا این کار رو نکرده؟ حزب الله تا اینجا پرسشی که وجود داره این هست و ما در اخبار داشتیم خود شما پوشش دادید که مقامات حزب الله ظاهرا اصرار داشتن که جمهوری اسلامی مداخله ای بکنه به نظر من جمهوری اسلامی در لای منگنه در واقع جنگ افروزی هایی که از 8 اکتبر به این طرف کرده از طریق نیروهای نیابتیش گرفتار شده و هم از نظر مشروعیت داخلیش و هم از نظر مشروع مشروعیت نزد نیروهای نیابتیش به شدت در موقعیت شکننده و به نظر من بیابروی قرار داره بس. بنابراین اینها ناچار هستن که یک اقدامی بکنن دیر یا زود حالا آیا ظرف یکی دو هفته آینده انجام میشه آیا به صورت عملیات ترور انجام میشه باید ببینیم به چه شکلی خواهد بود یک کارشناس نظامی در این باره میگوید در میان رهبران باقیمانده مانده حزب الله نوعی سردرگمی وجود دارد و کسی نیست که تصمیم بگیرد چه موضعی باید اتخاذ کنند او افزود ضربه که حزب الله متحمل شد بسیار سهمگین بود ایران طی 20 سال گذشته تلاش کرده بود بنیه نظامی این سازمان را تقویت کند اما اسرائیل توانست در چند هفته را نابود کند ایران با حزب الله و حماس اسرائیل را تهدید میکرد اما اکنون این سازمان ها زیر بار حملات اسرائیل قرار گرفتند و به نوعی باری بر دوش جمهوری اسلامی شدند او ادامه داد از این منظر من معتقدم که ما در یک مقطع تاریخی قرار گرفته ایم. این حمله شبیه به حمله اسرائیل در سال 1982 به بیروت است که هدفش پایان دادن به شاخه نظامی سازمان فتح بود. بعد از آن شاخه نظامی فتح عملا از کار افتاد و دیگر نتوانست مانند سابق عملیات انجام دهد. ده از این رو من معتقدم وضعیتی که اکنون در آن هستیم تقریبا مشابه سال 1982 است. الله و حماس دیگران حزب الله و حماس سابق نیستند ضمن اینکه اسرائیل نیز با دقت زیادی عمل می کند. حسین آقایی پژوهشگر امور استراتژیک و روابط بین الملل نیز در این رابطه گفته است حسن نصرالله چه کشته شده باشد چه نشده باشد قواعد بازی اسرائیل با حزب الله و جمهوری اسلامی تغییر کرده و ممکن است تا از زدن سر مار در تهران پیش برود خب ببینید کشته شدن حسن نصرالله تیر خلاص هست. به آنچه که جمهوری اسلامی محور مقاومت مینامه و آنچه که نتانیاهو دیروز در مجمع امید سازمان ملل محور نکبت برای خاور میانه نامید بنابراین با کشته شدن نصرالله میشه گفتش که اون قوای نظامی حزب الله در نتیجه سلسله اقداماتی که انجام داره میده در جنوب لبنان در کل لبنان علیه حزب الله و به نظر رسید که ادامه خواهد داشت خب این تضعیف میشه به شدت و فراموش نکنیم که حزب الله در واقع اون آخرین برگ بازی جمهوری اسلامی برای داشتن بازدارندگی هست در صورتی که جمهوری اسلامی احساس خطر بکنه که مثلا تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی بخواد مورد حمله قرار بگیره یعنی گذاشته بود جمهوری اسلامی حزب الله برای زمانی که برای روز مبادا که اگر اسرائیل چنین تصمیمی بخواد بگیره در نزدیکی اسرائیل با کارت حزب الله استفاده بکنه این به این معنی نیستش که الان حزب الله نمیتونه مثلا یک سری حملات موشکی و پهبادی رو به صورت انفرادی انجام بده بله ممکنه که حزب الله این کارو بکنه ولی تبعاتش برای خود حزب الله و البته برای جمهوری اسلامی بسیار بسیار سنگین خواهد بود و به نظر میرسه که اسرائیل به همین نقطه و همین مرحله اکتفا نخواهد کرد به دلیل که احتمالاً اسرائیل در سایه این عملیات هایی که داره انجام میده برای اینکه بتونه اون منطقه های رو ایجاد بکنه حتی ممکنه عملیات زمینی هم انجام بده صد درصد نیست ولی ممکنه این کار رو هم بکنه بنابراین در این مقطع زمانی حزب یا تسلیم میشه طبق قدنامه 17 صفر یک ده 20 کیلومتر در فاز اول و عقب نشینی میکنه یا اینکه اصلا میره شمار رود لیتانی یا اینکه اسرائیل با زور با قدرت نظامی اون منطقه های رو ایجاد خواهد کرد و حتی ممکنه که با نیروهای نظامی خود اسرائیلی وارد جنوب لبنان بشه اگر لازم باشه و اون منطقه رو بخوام پاکسازی بکنم از حضور اون نیروهای حزب الله و بقیه تروریست‌ها بنابراین به نظر من آنچه که رخ داده به نوعی اتفاق بسیار بسیار مهمی هستش در کل منطقه خاور میانه و عملا هم جمهوری اسلامی بخوایم نگاه بکنیم واقع بینانه در تله زنجیره واکنش گرفتار شده بزنه باخته نزنه باخته بنابراین من, من فکر کنم در این مرحله میشه گفت جمهوری اسلامی کیش و مات هستش ولی به حال میشه به حال این رو گفتش که توپ در زمین جمهوری اسلامی اگر میخواد بازی بازی بازی, بازی باریس که خیلی بالا و خطرناک انجام بده به نظر من اسرائیل کاملا آمده دنی دنو نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد در نشست اضطراری شورای امنیت گفت اسرائیل در حالی که به راه حل دیپلماتیک علاقمند است برای بازگرداندن هفتاد هزار مردم آواره در شمال اسرائیل به خانه هایشان همه اقدام های لازم را انجام خواهد داد او افزود زمانش رسیده که جمهوری اسلامی و گروه های نیابتیش را برای اقدام هایشان پاسخگو کنیم و علیه آنها اقدام قاطع در پیش بگیریم نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد همچنین گفت که تشکیلات خودگردان فلسطین هرگز اعلام نکرده که راهش از حماس جداست او افزود تشکیلات خودگردان فلسطین به حماس و تروریست ها اجازه داده در کرانه باختری موازی خود را تقویت کنند پیش از او بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به مقام های جمهوری اسلامی نسبت به عواقب عملیات نظامی علیه اسرائیل هشدار داد. نتانیاهو روز جمعه ششم مهر خطاب به مقام های حکومت ایران گفت اگر به ما حمله کنید به شما حمله خواهیم کرد. او افزود هیچ جایی در ایران وجود ندارد که دست بلند اسرائیل نتواند به آن برسد. نخست وزیر اسرائیل همچنین در سخنرانی خود به فعالیت گروه های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه پرداخت و نقشهای ای را در خصوص محور شرارت ایران به نمایش گذاشته. نتانیاهو هشدار داد اگر تروس جمهوری اسلامی مهار نشود دامن تمام کشورهای خاورمیانه و دیگر نقاط جهان را خواهد گرفت ایران در پنج قاره از نیروهای نیابتی خود حمایت میکند مماشات با ایران باید همین امروز متوقف شود no There is no place in Iran that the long arm of Israel cannot reach. And that's true of the entire Middle East. On the one hand, a bright blessing, a future of hope. On the other hand, a dark future of despair. And if you think this dark map is only a curse for Israel, if you think that, then you should think again. Because Iran's aggression if it's not checked will endanger every single country in the middle east and many many countries in the rest of the world <clears throat> nations of the world should support the brave people of iran who want to rid themselves of this evil regime responsible governments should not only support israel in rolling back iran's aggression they should join israel they should join Israel in stopping <laughs> Iran's nuclear weapons program. نخست وزیر اسرائیل در ادامه سارات خود در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد ارتش این کشور تا زمان دستیابی به پیروزی کامل به نبرد با حماس ادامه خواهد داد نتانیاهو بر لزوم غیر نظامی شدن غزه تاکید کرد و افزود این جنگ می تواند پایان یابد و تنها کاری که حماس باید انجام دهد این است که تسلیم شود سلاحهای خود را زمین بگذارد و گروگانها را آزاد کند همراهان عزیز و گرانقدر به پایان این برنامه از کانال کیوسک رسیدیم. نظر شما در ارتباط با این اخبار چیست؟ دیدگاه خودتون رو در ارتباط با این خبر از بخش کامنت های این ویدیو با ما به اشتراک بگذارید. شب بر همگی خوش، پاینده ایران.